سلام و عرض ارادت خدمت شما دوستان گلم. امروز اومدیم بچه ها ریاکت بزنیم به باهوشترین پلیرهای ایرانی. ما توی کانال تلگرام دوستان گل من یه بخشی رو داریم که شما میتونین از پیشبینی هاتون، پروتیپساتون و حرکات خفنی که توی بتل رو زدیم ویدیو بگیریم و واسه من ارسالش بکنین. منم بچه ها به دیده منت به روی چشم برکات شما با افتخار ریاکت میزنم و هر 10 روز یک بار، هفته یک بار اینا رو توی کانال یوتیوب آپلودشون میکنیم. تنها کاری که بچه‌ها باید انجام بدین اینه که در قدم اول وارد کانال تلگرام بشین، لینکش توی توضیحات ویدیو هست. بعدش بچه‌ها وارد بیو بشین، روی بیشتر کلیک بکنین و روی قسمت ارسال پیشبینی یا اتفاقات کمیاب ضربه بزنین. بچه‌ها ببینین تو قسمت کامنت های این پست میتونین که دوستان گل من ویدیوی مورد نظر خودتون رو ارسالش بکنین. ببینین کلی بچه ما اینجا پیشبینی داریم که به همهشون ریاکت میزنیم و جیگرمون حال میاد. تازه به هر بتل از 1 تا 10 بچه نمره هم میدم. خیلی ایده مشتی هستش. جانم به این پیشبینی ها قول میدم بچه ها اگر تا پایان این ویدیو با من همراه باشین حالتون خوب میشه، چون صحنات کمیابی هستن. بریم که بچه ها داشته باشیم پیشبینی اسکلت با قهرمان جدید. ببینیم چیکار کرده ایشون. یعنیشه دوستان گل من اینجا چی شد؟ من نفهمیدم بچه ها اینجا چی شد اصلا؟ اسکلت دوستان گل من دیده نشد. ببینین حریف اینجا اسکلت رو نارمی انداخت. واوی من اصلا بچه ها چیزی دیده نشد، خیلی عجیبه. دوستان گل من یه اسکلت هم دیده نمیشه. ببینین اصلا یه دونه اسکلت هم دیده نمیشه، انگار که مثلا حریف 3 اسکلت انداخت، این 20 اسکلت بچه ها دیده نمیشه. لعنتی لعنتی. از 1 تا 10 بچه ها نمره 8 رو میدم، 8.5، شو خیلی سری زد 8.5 رو میدم. خب پیشبینی دوم، ماشاءالله پسر. دوستان گل من لاگو به تاور نزد، این یعنی شانسی نبود. ماشاءالله پسر نمره من آخه چم بدم، نمره 9.5 سخته بچه، به خدا سخته. بله نمره 9.5 کاملا بچه ها پیشبینی بود، چون روی تاور نزد زد وسط یه آتش. ماشاءالله پسر این پارت بچه ها پارت خفنی هستش. ببینیم ام جی دی چیکار کرده. ام جی دی ماشاءالله ماشاءالله عجب بچه. این پروتیپس رو ما دوستان گل من 7-8 ماه پیش توی کانال یوتیوب پوشش دادیم و آموزش رو گذاشته بودیم. با یه ماینر عالی بچه مسیر مگانای تو عوض میکنه و سمت چپم حریف غافل میشه و دمیج سنگینی میخوره. دفاع رو هم یه لیتل پرنس رو ابیلیتیش کارو در میاره. ماشاءالله 9.5 کار هر کسی بچه نیست. بله 9.5 مرسی. میبینی بچه شانسی نیست، اسکیلش رو به دست رو برده. کار سختی هم دوستان گل من نیست. وقتی مگانای تو از پشت کینگ تاور میندازن میتونین اینجوری مسیرش رو عوض بکنه، کار سختی نیست. من 3 روز پیش انجامش دادم، توی ویدیو نبودم، توی بتل بودم. اینم 9.5 کار هر کسی بچه نیست، خیلی سخته. ستیسفاینگ، ستیسفاینگ یعنی که بچه ها مثلا ارضا کننده، ماشاءالله یعنی که شما جیگرتون حال میاد. آخ 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 واقعا ستیسفاینگ. وای 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 فایبال 100 امتیازی، فایبالی که 4x که چه ارز کنم 14x ارزش داشت. 8.5 با مرسی بود. 8.5 سلام داداش محمد، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشی. مرسی عشق من، ارادت داری. ماشاءالله بچه ها این صدا میاد من از صندلی بلند میشم و به وجه میام، جیگر من حال میاد. ماشاءالله دوستان گل من کار هر کسی نیست، به خدا بچه ها این پیشبینی ها کار هر کسی نیست. چقدر خوشگل، چقدر خوشگل.
عریف واو داد یا ولپله داد عریفش؟ ولپله داد، واقعا ولپله داد. امیر حسین نمره 9.5، پسر به شدت با ادب هم هست، لاگویت پله گیره بچه. من بهش میگم رایلی ایرانی، پسر به شدت با ادب هم هست. یه پیشبینی و یه تاویر، ببینیم چه پیشبینی زدهشون. ماشالله واقعا نمینه، واقعا یه پیشبینی و یه تاویر. ماشالله پسر. دوستان گل من، زمانی که ماینرتون رو میندازین، تیرتون رو هم پیشبینی، اگر حریف مثلا گابلین گنگ گارد یا مثلا چار گابلین داره بزنین، یه کوچولو دیر بزنین ماینرتون میمیره. نمره 8 رو میدم، 7.5، 7.5 هش. آرچر چرا از وسط اومد؟ باید ببینم، باید ببینم چی شده. بله چرا بچه ها؟ دوستان رو گرامه این آرچر رو ببینیم، این از وسط مپ اومدیم و قضیه چیه؟ یعنی چیه؟ تکامل هم از این خیلی خطرناکه بچه، نباید اینجوری میشد. از وسط ما بحش آرچر اومد این ور، خیلی بامزه بود. دو تا پیشبینی پشت هم معذرت، دو تا پیشبینی پشت هم معذرت. پیشبینی دوم چی هستش؟ ماشاءالله عالی. دوستان گل من عالی، همیشه گفتم وقتی حریف کالکتور میندازه و شما اسپل سنگی ندارین، فورا به شامل بکنین. کالایشون چون لیتل داشت، یه هوگ هم جلوش انداخت تا برو بزنه، که این کارم به شدت درسته، به شدت درسته این کار. آفرین آفرین. نمره 8.5 آفرین. این پارت از پیشبینی بچه فوق‌العاده است، همش رو خفن و پروتیپس هستن. ماشاءالله. نگوی کینگ تاور اکتیو میشه؟ نه نه، با هوگ و فارکی رکر دفور رو بچه رو انجام داد، خیلی خفن بود، خیلی خفن. من فکر کردم لامبر میاد دو کینگ تاوه، من اینجوری فکر کرده بودم. ما شلو بیشه دوستان گل من، لامبر جک حرفی زد بچه. لامبر جک چیزی گفت ببینیم. دوستان گل من، لامبر جک هم به حال نون رسانی میکنه، خوراک رسانی میکنه به زن و بچهش دیگه. خواهش میکنم بالا پایینش نکنیم، خواهش میکنم بچه. اینا منده خود گناه داره دیگه. دوستان گل من، لامبر جک هم زحمت میکشه دیگه، مراحتشو بکنه. آخ یا بکشینش یا بزنین دمهش بزنه، این دیگه چه کاری با. چی میشه اینجا؟ اینجا چی میشه؟ پیشبینی کجاست؟ شاید طولانی هم هست. آه از جون 64 تا مونده جون تاورش. آها آها، تیر بزن حریف، تموم کار، تموم شد رفت. دوستان گل من، جون تاورش 64 تا بود، ولی خب اینجا با یه پیشبینی عالی تونست که دوستان گل من تاور حریفو بزنه. هیچ وقت نامید نشین، واقعا هیچ وقت نامید نشین. دفاع نیکس لیوه داره حریفو مسخره میکنه، واقعا راکت مسخره ای زر روی شیلده ریکویز بچه، حریفش راکت زد، خیلی پوش بود، داره مسخرش میکنه. خب چرا تاریک این بطل؟ چی میشه اینجا؟ اسمش که نوبه، باید ببینیم پروتیپ زده یا نه، یا بازم نوبه. خب چیز خاصی همین بود؟ آه نه نه، اصلا این نیست، بازی مساوی شده. واقعا دوستان گل من، تاوراشون مساوی شده. ببینین فایبالشو زد، نیدو رو هم زد، حریفش هم اینجا زب شد، بازی مساوی شد. خیلی کم پیش میاد و بعد شد تاور مساوی بشه، اصلا ممکن نیست، خیلی کم. نمره 8.5 اتفاق کمیابی هستش. آفرین. پیشبینی فارکرکر شکا کردشون. خب همچین پیشبینی نبود، ولی خب بازم دوستان گل من، خب ماینرشو
به نیت فارکرکر انداخ. آره دیگه، به نیت فارکرکر انداخ که خب درست هم در اومدش که لطایی که از خجالت تاور در اومدن. آفرین دوستان گل من، ماینرتون رو جوری بندازین که فارکرکر اسکلتا رو برش بکنه. ماشالله هشتونیم، کار هرکسی بچه ها نیست، پیشبینی برها. خب کنون به یه ور هوگ نیست. آها راست میگه بچه، وقتی که شما کنون رو دیر بندازین استرقات هوگ نمیره سمتش. آره آره همینه، واقعا همینه. اصلا نخوندم خاصی تو چشای هوگ بود و رفت رو تاویر علی پشم شه فشاری خورده. خب اینجا ببینیم چه شده است. ماشاءالله پسر، خیلی عالی، خیلی بچه عالی، زف پیشبینی خوبی زد و همین باعث شد اوگرادر ببینی یه دمج اینجا میده بهش. مینی پکا، مینی پکا بچه اینجا قطعا به هوگ دمج میزنه. ماشاءالله هشت و نیم نه هشت. کینگ تاور اکتیویشن، کینگ تاور دی اکتیویشن فکر کنم خواست اکتیو بکنه. سه شد واقعا، یعنی واقعا اون بارون سه میکنه. او اینفرنو دراگون چسبیده است، اینفرنو دراگون چسبیده است، تموم شد و رفت. وقتی بچه ها کینگ تاورتون رو اکتیو میکنین خواهش میکنم محاسبه بکنین که سه نشین. دوستان گل من بامزه بود، اتفاق جذابی بود. بله سنه بامزه بود. فایبول لذیذ، وای وای وای، آخ 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 آخ. دوستان گل من 7-8-10 تا زپیز لیتل پرنس همه چونجا بود. آخ آخ آخ، یه فایبول دیگه، وای من بزن فایبولو. ماشالله پسر، اون چه دیوانه یه، چرا از زپیز میندازی آخه؟ آخه بچه زفیزو کی آینه میکنه؟ خیلی عجیبه. آفرین بامزه بود. اینجا چه میشود؟ هری فریز، رویال هوگو فریز، این دیگه خیلی دیگه مسخره است. یه ماینر از بک یا پیشمینی واسه ماجیک. ماشالله دوستان گل من، بازی خیلی وقت نیست که شروع شده، یعنی میدونست فارکرکر داره حریف؟ خلاً 20 ثانیه از شروع شده، چجوری میدونست؟ حریف هم دکه سنگینه، کارت سنگینه، چطور چرخون دوباره دستش اومد؟ پیشبینی بود و کلن نمیدونه صرف چی داره، کلن ماینرشو پیشبینی انداخت. آفرین نمره 9 رو میدم، کلن پیشبینی زد این حرکتو، کارتای حریفشون نمیدونست. پیشبینی گنگ حریف و با تشکر از محمد عزیز، مرسی پیشبینی. به حال بچه خود امیر لاگ بیت پلیره، به حال ضعفایده که مقابلو میدونه، میدونست که الان حریفش گابلین گنگ رو میندازه. یه تیر مشتی زد، مینی پکایی که تاور رو گرفت. ماشالله نمره 8.5. بچه ها این پارت فوق‌العاده هستش و این پارت خودش پارت جذاب شده. پیشبینی ها درست سرمون هم، من دارم لذت میبرم. این دیگه چی بود بچه ها؟ یعنی چی؟ همچین چیزی بچه ها به خدا من ندیده بودم اصلا. هوگ داشت میرفت سمت راست، چرا اومد چپ؟ فکر کنم بچه ها ایکس بو به هوگ فوش کدار داد. خیلی واسه میخوام یه فوش بعدی بچه ها داد، هوگ برگشت بزنه سر و صورت ایکس بو رو بیاره پایین. خودش بچه ها علتی جوزی نمیتونه داشته باشه. خیلی عجیب بود، واقعا عجیب بود. نمره 9.5 خیلی عجیب بود. اسکلت تکامل، مرسی، حرکت بامزه بود. زلزله بچه به شدت ضد اسکلت تکامل هستش، این موضوع رو فراموش نکنه. پیشبینی مینیون، آخ 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 آخ، رو هورد پیشبینی میزنه، خیلی مسئله میده. ماشالله ماشالله پسر، یه پیشبینی به موقع ببینی تا انداخت تیرشو بچه زد. ماشالله پسر،
نمره 8.5 با مزه بود. میدونستم هوگ میندازه، صبر کردم با هم بزنم. ببینم چی میشه. آها جدی؟ جدی راکت پیشبینی میزنی؟ وای من ماشاءالله پسر. دوستان گل من خیلی حرفه یا چی میگه؟ میگه آقا حریف وقتی از عقب انداخت من زود نزدم رو تابرش، صبر کردم بیا جلو، میدونستم هوگ میندازه. آفرین. گرچه اکسیرم نداشی رو تاورش بزنی، ولی خب آفرین. پیشبینی هم کردین جمعه شده بشه. نمره 8 جانم پیشبینی اسکلت اِوولوشن. لاک سمت چپ؟ نه سمت راست. آفرین پسر ماشالله، واقعا ماشالله. من بودم چپ میزدم، واقعا دراگون بچه زن خلاقی داشت، عالی بود. نمره 8.5 خفن بود. بله بی نظیر. دو تا پرنسس چسبیدم به تاور ماشالله. دوستان گل من ببینین لاگشو زود نمیزنه، با اینکه اکسیر داشت، ببینین اکسیر داره ولی نمیزنه، الان میزنه ماشالله. عالی پسر، کار هر کسی نیست. یک پیشبینی یک برد. چه پیشبینی زدشون؟ ماشالله. حریف هیچ کارت جالبی بچه ها نداره، هوگرادری که چسبیده و احتمالاً هم بازی برده. میتونستی لاگ هم بزنی ها داداش گلم، نیازی به فایبال همچین نبود. من آخر البته لاگو تو دفاع زد، این کارش هم کار بدی نبود، ولی فایبال به صرفه تر بود. پیشبینی بود بچه ها، بله زودتر زد. دوستان گل من زودتر زد، ما همچین نتی نداریم انقدر زود بزنیم. پیشبینی بود آفرین. 8.5 پیشبینیاش با فایبال خیلی خوبه. پیشبینی دارت هوبلین که باعث برد شد بد نیست. نتش خب بچه ها ضعیفه، مجبور شد که دارت هوبلین رو اینجوری پیشبینی بکنه. آفرین. فیشرمن ماست. چرا نمیکشه بچه ها؟ خیلی بامزه است. دوستان گل من حریف رو انتخاب میکنه ولی نمیکشه، ببینیم. دوباره ببینیمش. حریفش رو بچه ها انتخاب میکنه ولی نمیکشه. واقعا فیشرمن ماست. سن و سال داره دیگه بچه ها. فیشرمن خیلی ازش انتظاری نیست. فکر بازی شادو بله اینو شکا کرده شو. یه نفت و دو هفت مناطق سیل زده بینیم شکا کرده شون. آخ اینجا چیکار میخواه بکنه؟ تاور میره با لاک بزنه فکر کنم. بله سری لاک. آخ 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 واقعا بچه ریسکی بود، واقعا ریسکی بود. دو دهم ثانیه لاک دیر میرسید. فایبال رو ببینیم، فایبال بچه چسبیده بود ماشالله پسر. انصافا بچه خفن بود. گابلین گنگ ها پس کوشن. چه شده اینجا؟ نامرد ببینیم. آخ 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 امیر بچه امیر رو میشناسم. خوراکش پیشبینی گابلین گنگ و اسکلتون داستان هاست، یا با اسپل یا با ابیلیتی لیتل پرنس. نامرد اکسیر داره، الان نمیزنه، نمیزنه الان میزنه. نامرد اکسیر داشت ولی به موقع زد. 8.5 از تاثیرات ویدیو ببینیم چه میشه. بعد کشید ابیلیتی رو بزن. آها ما شروع بزن. خیلی تمیز این بطل و بچه هاوی میگیره. قبلا این موضوع رو گفته بودیم، تو دو سه تا از ویدیو هم زدم این حرکت رو. سب بکنیم بچه بکشه. حالا ابلیتی ما شد و تموم شد. نمره 8 پیشبینی مینیون. چی شد اینجا؟ شاید دیر پیشبینی کردی؟ خیلی دیر نبود. اون چرا دیر دفاع کرد که تو دیر پیشبینی بکنی؟
جفتتون دیر عمل کرده این کارو باید جفتتون 5 سال پیش انجام میدادین. خیلی عجیبه. نه اکان دومش نیست، خیلی میتونستن جفتشون بهتر بازی بکنن. خب بله پروتیپس بچه، بله اگر اسپلی نداریم میتونیم با ابیلیتی لیتل پرنس چیزو دفاعش بکنیم، اسکلتو، اسکلتون برلو، حتی گابلین برلو دفاعش بکنه. مرسی زب. در واقع ریج گفته بودم بچه واقعا امیر کارتای ریز خوب پیش بینی میکنه. میبینی گابلین گنگ رو هوا زد، چون ریجش یه لول بالاتر بود، آینه بود، همه گابلین ها مردن. خیلی بامزه. ببینی لعنتی دوستان کل من، امیر رو ببینین اکسیر داره الان نمیزنه، میدونه که حریفش اکسیر نداره، یعنی اکسیر شماری بلده، الان میزنه. نمره 8.5-9 خدای بچه کار سختیه. اکسیر شماری بلده امیر، ماشالله. دوباره خوبه. ببینم این سریعتر یا اون پیشبینی اسکلت اول بازی. خب اینجا ما یه اسکلت رو میبینیم، اینجا یه اسکلت معلوم میشه اون گوشه، ولی خب پیشبینی اول بازی هیچ اسکلتی معلوم نمیشد، اون خیلی سریعتر بود. اینم ببینیم لاگش رو بچه ها میستاد، ولی خب ما چشم پوشی میکنیم، مشکلی نیست. ابیلیتی لیتل رو زد، پیشبینی کرد، آفرین. یه سری اوقات هم بچه ها ابیلیتی رو زود بزنین، چون زود از روی پول اسکلتشون رو میندازن، حواستون باشه. لشکریان من، بربریان من، آره من سری اوقات بچه ها توی ویدیو میگم لشکریان من، بربریان من. بریم ادامهش. گلدن چیس رو اگه به محض باز شدن قبل اینکه گلد بده از بازی بیای بیرون، دوباره بری داخل، محتویاتش دو برابر میشه. یعنی چی؟ میگه بچه این صندوق طلاییه که توی پس رویال به شما میده، اگر از بازی لف بدین دوباره بیاین. او دوباره داره میده، یعنی چی؟ دوستان گلم ببینین تمام محتویاتی که داد و دو برابرش هم داد، یعنی که دوباره بهش داد. این صندوق اصلا 9-10 تا جایزه نمیده، این صندوق 5 تا جایزه میده، همه اینا رو بازم بهش میده. ببینیم دقیقا همون مقدار گل، تیر، آرچر. نه دوستان رو گلم ببینیم، دوستان رو گلم ببینیم، بچه ببینیم اینجا بهش اسپری گابلین داد. ببینیم نه اصلا از گلد شروع کنیم، 1500 تا بهش گلد میده. ببینیم گلدش شد 31000، با این 1900 تا گلدش ببینی شد 31400. دوباره بهش گلد میده. ببینین اینجا دوباره میره گلد میده، نه 32000 تا شد. نه میخواستم بگم کارت اضافه نکرد، ولی کرد. آخه چرا کارتاش دو برابر نشدن؟ آخه کارتشو ببینین دوستان گل من، کارت اینجا اسپری گابلین میشه 440، وقتی دوباره بهش اسپری گابلین میده دوباره میشه 440. ببینین این بار دومه، بازم شو 440. دیدین هر دوبار بچه کارت ها یکی شدن اینا، اینجا شو 440، بار اولم ببینین اینجا هم میشه 440. فهمیدی چی شد؟ کارت یکسانه ولی گلدش واقعا دو برابر میشه. اینجا اسپری گابلین بازم میشه 440. اینجوریه، کارت رو بچه یکسان میده ولی گلدش واقعا دو برابر میشه. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. توی کامنت ها بنویسیم بچه که امتحان کردن به ما اطلاعات بده. فقط با یه ماینه بازی در اومد. او چه ماینه رو خوبی انداخت، انصافا بچه ماینر خوبی انداخت. اوه مینی پکارم دفاع کرد، ماینر همینو برو زده عمله، آفرین یه زده عمله، یه نایت وسط ما شلو پسه تاو میکار. ریج رو بالون،
هم اسنوبال داره هم ریج. بارون 15 رو کی میخواد دفاعش بکنه؟ تموم شد رفت. آفرین، انصافا ماینر دفاعی خوبی انداخت. امیر عزیز، عاشق امیر دوست داشتنی، ماشاءالله پیشبینی ماسکیتر عالی، ماشاءالله عاشق امیر عزیز، ماشاءالله بشه. نروی 8-8-7.5 واسه یه عاشق دوست داشتنی ما، حرکت جالب با تکامل اسکلت. ببینیم چه میشه بعد. دوباره ببینیم از اول. اوه والکری، والکری نزن اسکلتا رو. اوه اسکلتا زندن، حریف دیوانش با تیر بزن اینجا. اسکلتا چون نمیمیرن، وای وای اون دیوانش رو تیر نمیزنه. اسکلتا که بچه ها چسبیدن به کینیتاور، حریف تازه به هوش آمد. ای خاک تو سره، تموم شد و رفت. کنونر بچه ها جلوی تکامل اسکلت عملا فلج هستش، زورش نمیرسه، نمیتونه بزنه. پیشبینی لحظه آخری با لیتل پرنس. آها ما شده بشه. دوستان گل من اکسیرش رو داشت، حریفم اکسیر داشت، ولی جفتشون یک زمان کارت انداختن و در واقع هیده در صریفش رو خوند. آفری نمره 7.5. پیشبینی گابلین گنگ و اسکلتون آرمی با لاک. اوه چه لاگه عجب، لاگه پر مسمایی بود. چه لاگه بچه ها، مشتی زد این لاگ. 8-7-8-10 اکسیر میارزی. ببینیم بعد کاشی کشی رو زودتر میزدی، گابلین گنگ ها خیلی اوگو نمیزدن. راکت آموزشی کمیابترین پروتیپس. ببینیم نمیخوره بهش. واوی بعد فکر کنم ویدیو این هسته، چون این ایموت فیشر من میده، فکر کنم این هستش ویدیوش. از این بچه خدایی بعید همشین راکتی نگاه کن. خاک تو سرتیه، خاک تو سرت. میبینیم بچه میس باشه همچین پلیگری هم هست. خواهش میکنم میس میدین ناراحت نشین، ولش کن بابا جان، ولش کن. ببینیم اینجا چه میشود. این تسلای بزرگوار ما چه میکنه؟ موشک آهو گومیندازی. واو واو ادیت خودش شده. آفرین ادیتش با مزه بود. آفرین دوستان اگر میتونین ادیت بزنین. آفرین کیه ایشون؟ بچه اگر میتونیم مثل لوسیفر عزیز ادیت بزنی، نمره 9.5، چون ادیت زد وقت گذاشت، نمره 9.5. حالا من حرفی ندارم. دوستانی که لذت بردن تو کامنتوشن لذت، من اینجور متوال رو من تولید نمی کنم. مرسی. یه فایبال عالی از ملاقه. این دیگه چه اسمیه ملاقه جان؟ جایی نگی از کانال من قربونت بشم. ملاقه جان فدای شما بشم، جایی نگی از کانال منی. کلنش نکن مثبت 18. برای سن شما نشون میده که شما زیر 10 سال هستی. عذر میخوام، واقعا من عذر میخوام، ولی سن شما میگه که شما 7-8-10 سالتونه. جون اسپارکی و آخ اسپارکی و بچه ها یه سلام بهش بکنه میمیره. یه خوفاش از روی اسپارکی رد بشه، اسپارکی میمیره. شه برنسه که بزنفش. دوباره ببینیم چه نیدو زدی. آخ ماشالله اسپارکی از کجا و با چه جونی زد. کمبوی اسپارکی و نیدو و اشافو غلاده است. تایمینگ خاصی هم داره، کار هر کسی نیست. نمره 9 رو میدم. طرف می کاددار زد. خب ایشون رو ببینیم. آرژی میزنه. آخ مساوی شد. دوستان گل من اوورتایم، وقتای اضافه است.
هر کی زودتر تاور بگیره برنده هست، ولی خب مساوی شد. ببینین جفتشون با هم تاور رو زدن، بازی مساوی شد، رفتن واسه سه ستاره. خیلی با مشه بود. خیلی بچه کم یا با به خدا چیز آسونه نیست. نمره 9 سر مینی پکاتو بنداز، ویزارد نباید بمیره. او مگانو تعریف 14 مینی پکایشون بچه 11 چرا آخه؟ دفاع عالی؟ بله از دفاع خفنتونم بچه ها ویدیو بفرستین عالی. فقط گابرین بریل رو بپا با او ویزارده بچه ها همه چی رو زد. ماشالله ویزارد. ویزارد فول باف. خب ویزارد بچه ها دمج خوبی میزنه، هیت اسپیتش هم جالبه، محدوده خوبی هم میزنه، ولی خب 5x زیاده بچه ها خودش. ویزارد دوستان گل من باید جونش کم بشه، ولی بشه 4x اگر از من میپرسی. شانس زیادی و مگانات قدرتمند. ماینر رو بپا، جفتشون بچه جونه، تاورشون کمه. اونجا اون والبکرها که دفاع شدن. آخ 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 حریف بچه لایتش رو زد. مینیونا جونشون از تاور بیشتر بود. لایتنینگ به مینیونا دمش داده. ببینیم جون عریف بچه خیلی کمه، وقتی کنارش مینیون پینونه خواهش میکنم لایت رو هم اینجوری نزنه، سب بکنه کارتا رد بشن بعد روی تاور بزنه. نمره 8.5 فرار فارکرکر از فایبال. ببینیم چه میشه بعد اینجا. این فرار فارکرکر نبود، فرار مغز از ذهن حریف شما بود، مغز از کله حریف شما. آقا این چه فایبالی بود آخه؟ البته فایبال ببین ها. آره باشا، فایبال لاین راست بود، ضربه که میزنه میاد لاین چپ. آره لاینش راست بود، حریفش الان خیلی هم گیج نبود. حریفه میکرد اسکلتون کینگ، تکامل اسکلتون میزنه. چه برل نجاستی هم انداخت. آخ قاعدتا اسکلتون کینگ باید اینا رو بزنه، قاعدتا باید بزنه، ولی نه، تموم شد، چسبیدن اونا دیگه، چسبیدن. فقط بحش رو با تیر میشه اونا رو دفاع کرد. اونا که بچسبن فقط تیر و لیسیلوغات هم ریج، وگرنه با فای مایبال دفاع نمیشه. تموم شد. بومبر چیکار کرده بومبر؟ آخ وای بومبر رو، این بومبر قبل نرف. آخ بومبر قبل نرف بچه واقعا شاکار بازی بود، فوق‌العاده بود. بومبر قبل نرف یه چیز دیگه بود. ببینیم سناتور چیکار کرده اینجا. سناتور عزیز 3 میلیون از روی پول جوینت گوبلین چپ، 3 میلیون رو انداخت که جوینت گوبلینش بیاد. مرسی فایبال و رش. تموم شد. کی میخواد جوینت گوبلین رو بگیره؟ بچه تموم شد و رفت. سناتور جان چون اینجا لاگش رو زد، سریع باید گابلین گنگ تو ببینیم. اینجا ریف لاگش رو زد، ببینیم سریع گابلین گنگ تو پشت اسپاکی باید بندازی. سری نمره 7 رو میدم چون خب زده شانسی بود دیگه، حریف کارتاشو بعد انداخت. بریم سراغ پیشبینی آخر. یه نایت اینجا، لیتل بچه پشتش، پرنسس هم پشتش. چه میشود اینجا؟ ما شلو پسر خیلی تمیز. دوستان گل من بیچاره کردین حریفاتونو. و چقدر ویدیو قدیمیه، چون که ببینین تکامل اسپریت سایکلش 3 تاست. معلومه ویدیو قدیمی هسته، چون خیلی وقته که سایکلش 1 شده. نمره 7 رو میدم، 7.5 با مشه بود. بریم سراغ تیتراژ پایانی.
خیلی ممنونم که تا به اینجای کار ویدیو رو بچه ها دنبال کردین. لایک و کامنت و ساب فراموش نشود. توی کانال تلگرام هم در خدمت شما هستیم. گاهی اوقات هم مثل الان از خودم بچه ها ویدیو میذارم. عزیز دل من تاج سرین در خدمت شما هستیم دوستان گل من. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.